خوشحالم که در خدمتتون هستم. جلسه 23 لیبرالیسمی دیگه یواش یواش داریم میریم به آخراش. هفته پیش نتونستم من برگزار بکنم جلسه رو، ببخشید، مشکل داشتم، بچه رو گاز بود، همسایه توی آسانسور گیر کرده بود. عرض کنم خدمتتون که دوستان، این جلسه میخوایم درباره دو زیر فصل دیگه از بخش سیاست خارجی لیبرال رو میخوام بخونیم، که البته من سعی میکنم بیشتر توضیح بدم و اون وسط ها یه مقدار هم میخونیم. دو تا مسئله هست، یکی تجارت آزاده که خب فکر میکنم که جزء مفاهیم خیلی دیگه محوریه لیبرالیسمه، و یکی هم آزادی جابجایی. توی صحبت امشب به این دوتا مسئله پردازیم، به ویژه بحث تجارت آزاد. ببینید، یکی از نکات اصلی، حرفای اصلی که لیبرالیسم میزنه و فون میزس هم از اون اول دائم برش تاکید کرده و به عنوان اصلا فایده اصلی لیبرالیسم شناخته میشه، بحث تجارت آزاده. ببینید، تجارت آزاد اصلا یعنی چی؟ تجارت آزاد در کجا وجود داره؟ در کجا محدود شده؟ ما در طول زندگی، در طول شبانه روز دائم در حال مصرف. هر چیزی که از صبحانه که شما شروع میکنید به خوردن تا لحظه که برق رو خاموش میکنید و میخوابید، ما مجموعه از اشیای مصرفی، اشیایی که خودشون بخشی از فرآیند تولیدن، اینها در اختیار ماست. ما اینها رو باید تهیه بکنیم، باید بخریم. ما اینا رو میتونیم از تولیدات داخلی بگیریم، از چیزهایی که در کشور خودمون تولید شده تهیه بکنیم، میتونیم اینا رو از جای جای جهان تهیه بکنیم. تجارت آزاد میگه که اصل تجارت آزاد اینه که هر فردی در هر جای دنیا این اختیار و توانایی رو داشته باشه، هر کالایی که میخواد که تولید هر جای دنیا هست تهیه بکنه و استفاده بکنه، و معیار ارزیابی و ارزش گذاریش هم بر عهده خودشه. این خودش تشخیص میده که با پولی که داره، با بضاعتی که داره، با نیازی که داره و سلیقه و ذائقه‌ای که داره، اون چیز وسیله مورد علاقش و نیازش رو بگیره. مثلا میخواد ماشین بگیره، بسته به توان مالی که داره این رو از تولید داخلی استفاده بکنه یا تولید خارجی استفاده بکنه، بدون اینکه با مداخلات حاکمیتی این قیمت‌های این کالای تموم شده که قرار استفاده بکنه تغییر کنه. مثلا من این اجازه داشته باشم با پولی که دارم انتخاب بکنم که یه خودرو ایرانی بگیرم، یه خودرو خارجی بگیرم، خودرو آمریکایی بگیرم، ژاپنی بگیرم، و اینها برای اینکه به دست من برسه دوچار عوارض نشه. یعنی من میخوام خودرو آلمانی بگیرم، اگر قیمتش فرض بکنیم 10,000 دلار هست، وقتی به دست من میرسه تبدیل به 30,000 دلار نشه، یعنی تبدیل به 15,000 دلار نشه. این یعنی چی تجارت آزاد؟ همینه که مرزهای کشورها به روی کالاهای همدیگه باز باشه، و این اون چیزیه که شاید از نکات اصلی لیبرالیسمه که برای بهروزی، چون لیبرالیسم ایده‌ای که داره ناظر بر بشره نه یک کشور، یکی از چیزهایی که همیشه ازش دفاع میکنه اینه که آزادی تجاری تا حد ممکن برقرار بشه. خب این یه چیزیه که همیشه کم یا زیاد محدود شده، در دوره‌های کامل محدود شده. اصلا و اساسا لیبرالیسم جز نبردهای آغازینش این بود که
تجارت آزاد رو تازه محقق کرد. یعنی پیش از لیبرالیسم ما عمدتا در اروپا دوره مرکانتیلیسم رو داریم که سودا باوری، سوداگرایی هم بهش میگن. دوره مرکانتیلیسم دقیقا دوره بود که از تجارت آزاد جلوگیری میکرد، تا اونجا که میتونه سعی میکرد کالاهای خارجی رو در کشور خودی گران بکنه تا کالای داخلی فروش بره. و از قرن 16 هم تا قرن 18 هم در سراسر اروپا دوره مرکانتیلیسمه، دوره لیبرالیسم نیست. و لیبرالیسم از دو سو، یکی با مبانی که مثلا در فرانسه پدید اومد با عنوان فیزیوکراسی، و همچنین چیزی که به عنوان اقتصاد ملی، علم اقتصاد پدید اومد، مثل آدام اسمیت و ریکاردو و اینها، این اومدن و این ایده مرکانتیلیسم رو شکست دادن، به عقب روندن و جایگزینش تجارت آزاد شد که اونها بعد مبانی لیبرالیسم کلاسیک رو ایجاد کردن. بحث ما عمدتا بحث که لیبرالیسم کلاسیک. خب در برابر این ما چه چیزی رو داریم؟ در برابر تجارت آزاد ما محدودیت سازی برای تجارت آزاد رو داریم که این ابعاد متفاوتی داره. ما میتونیم با وضع عوارض گمرکی، عوارض محافظتی یا حمایتی چیکار بکنیم؟ قیمت کالاهای خارجی رو، قیمت کالای وارداتی رو بالا ببریم و در واقع اینجوری در برابر تجارت آزاد مانع بتراشیم. حتی میتونیم علاوه بر اینکه مالیات میبندیم، مثلا ممنوع هم بکنیم، مثلا بگیم که این کشور اجازه ورود شکر دیگه نمیده، یا اگر بده با وضع عوارض بسیار سنگین میده. نتیجه این میشه که اون شکر خارجی که وارد میشه، مثلا قیمتش به فرض در به واحد ریال نظر بگیریم، میشه مثلا 100 ریال، در حالی که شکر که در داخل تولید میشه میشه مثلا 30 ریال. خب نتیجه این میشه که کسی نمیره اون شکر خارجی رو بگیره، مگر اینکه شکر داخلی مرغوبیت نداشته باشه و گروهی که توان مالیشو دارن میرن اون شکر خارجی رو تهیه میکنن. به هر حال این در برابر تجارت آزاد سیاست پروتکشنیزم، محافظتگرایی یا حمایتگرایی قرار داره که از ورود کالاهای خارجی یا ممانعت میکنه یا محدود میکنه یا عوارض سنگین میبنده. نهایت این ایده، ایده خودکفاییه، یعنی ایده خودکفایی کاملا در معکوس ایده تجارت آزاده که ایده خودکفایی دیگه مبنا رو بر این قرار میده که همه چیز در داخل یک کشور ساخته بشه، داخل مرزهای جغرافیایی هر اون چیزی که نیاز دارن مردم این کشور در داخل ساخته بشه، تولید بشه، یا تولید میشه، اگر هم تولید نشه اصلا لزومی نداره مثلا اون کالا مصرف بشه. خب میدونیم که عموم کشورهای سوسیالیستی خیلی از ایده خودکفایی دفاع میکردن، دولت‌های فاشیستی بسیار بر ایده خودکفایی تاکید میکردن. منتها نتیجه خودکفایی چیه؟ نتیجه خودکفایی اینه که کالایی که تولید میشه معمولا از جهت ممکن، از جهت مرغوب بودن، از جهت کیفیت و همچنین از جهت قیمت بالاتر از اون چیزی حاصل بشه که در بازار جهانی، در تجارت جهانی میتونه به یه شهروندی برسه. لیبرالیسم مبنا رو بر تقسیم کار بین المللی قرار میده، یعنی میگه به جای این که من، ما در کشورمون همه چی رو تولید بکنیم، ما میایم تمرکز میکنیم روی تولیداتی که با توجه به هزینه نیرو انسانیمون، با توجه به منابع اولیه‌مون، با توجه به وضعیت بازارمون با قیمت مناسبتری تموم بشه به نسبت تولید همون کالا در کشور دیگه. یعنی این مبنا قرار میگیره، به جای اینکه ما همه چیزو تولید بکنیم، میام چیزهایی رو تولید میکنیم که میتونیم با قیمت پایین‌تر اینو تولید بکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تو مصرف کننده داخلی میتونه اون کالا رو، ایرانی رو،
بخره با قیمت مناسب تر، یعنی بخشی از پول ثروتش در جیبش میمونه، مصرف کنه، تولید کننده هم از اونجایی که با قیمت مناسب داره تولید میکنه میتونه اینو صادر بکنه و سود ببره. خب طبیعیه که حالا اون سودی که به دست میاره با اون پولی که به دست میاد با اون میاد سایر کالاهای دیگه‌ای که ما خودمون تولید نمی‌کنیم رو تهیه می‌کنه. یعنی نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که سرمایه و نیروی انسانی هدر نمیره. تمام تلاش و حرف اصلی لیبرالیسم هم همینه. لیبرالیسم اقتصادی میخواد سرمایه و نیروی انسانی هدر نره. به جای اینکه این سرمایه و نیروی انسانی صرف تولید کالایی بشه که شرایط مساعدی براش وجود نداره، بره به سمت تولید کالایی که شرایط مساعد براش وجود داره و دست از تولید کالاهایی که گرون در میاد، کیفیتش نامرغوبه، کیفیت بالایی نداره، بکشه و به جاش اونها رو وارد بکنه. حالا ما میدونیم که خود یک دستگاه هم، یعنی خود یک کالای تمام شده هم از اجزایی تشکیل شده که خود این اجزا هم میتونه تک تک این قاعده خود تولید کنیم یا وارد بکنیم، ممکنه شامل تک تک اجزاء این کالای پیچیده هم بشه. چیزی که میگه اینجا میزس میگه جالبه اینه که میگه وجه مضحک که قضیه اینه که همه کشورها هم که مخالف ایده تجارت آزاد هستن میخوان هم بیشترین صادرات رو داشته باشن هم واردات کمی داشته باشن و همه میخوان همین کار رو کنن، همه میخوان صادرات فراوون واردات کم. این در واقع همون چه ایدهیه؟ همون ایده مرکانتیلیسمه. حالا ایده مرکانتیلیسم چرا اصلا تو چه دوره؟ ببین ایده مرکانتیلیسم سودا باوری که گفتم مبناش چیه؟ به حد اقل مرکانتیلیسم تعریف ساده، به حد اقل رسوندن واردات، به حد اکثر رسوندن صادرات. برای این کار ابزارها چیه؟ وضع عوارض سنگین برای واردات. توی دوره‌ای که استعمار در دنیا جا افتاد، استعمار شکل گرفت، دوره مرکانتیلیسم بود. این که وقتی بحث لیبرالیسم میشه گروهی گریبان چاک میکنن که آی لیبرالیسم همون بود که استعمال کرد، اینا اصلا تفاوت مرکانتیلیسم و لیبرالیسم رو نمیدونن و اصلا لیبرالیسم آمد که ایده های استعمار و امپریالیسم از بین ببره، چون تصور میکرد که این کار بیهوده ایه و به نتیجه هم نمیرسه. لیبرالیسم میگه برش دادن کشورها، برش دادن جهان به کشورهای حصار کشی شده از جهت اقتصادی هم به ضرر خود اون مردم داخل حصاره، هم به ضرر مردم بیرون حصار. یعنی قطعه قطعه کردن جهان یک پارچه منجر به این آسیب برای همه میشه. حالا مرکانتیلیسم منتها مرکانتیلیسم به ویژه در دوره‌ای که هنوز حاکمیت‌های استبدادی در اروپا وجود داشت، حاکمان برای اینکه توان اقتصادی بالاتری داشته باشن، امکان تجهیز تسلیحاتی بیشتری داشته باشن، سربازان بیشتری بتونن به ارتش فرا بخونن، از ایده مرکانتیلیسم دفاع میکردن و میگفتن که ما از طریق محدود کردن واردات ثروت خودمون رو میاندازیم. تصور میکردن که وقتی یک کشوری واردات میکنه ثروتش رو داره از دست میده و وقتی که صادر میکنه داره که ثروت کشور دیگر رو از چنگش به در میاره. نه، همه دوره مرکانتیلیسم همینه. دلیل این که اروپایی‌ها اینقدر به استعمار روی آوردن در دوره ابتدایی شکل‌گیری سرمایه‌داری این بود که ایده مرکانتیلیسم تو اروپا بسیار قدرتمند بود. ایده مرکانتیلیسم میگه مواد اولیه‌تو ارزون تهیه بکن، نیروی انسانیت رو ارزون نگه دار، جمعیت تو بالا ببر، صادرات تو تا میتونی افزایش بده، واردات تو کم کن،
نتیجهش اینه که هی ثروت دستت بیشتر میشه و تو میتونی مزدوران بیشتری، سربازان بیشتری، ارتش بیشتری به خدمت بگیری و با این نیروی نظامی میتونی مستعمرات جدید بیشتری به دست بیاری، میتونی کشورهای همسایه و رقیب خودت رو عقب برونی. همین میشه جدال هلند با بریتانیا، اسپانیا با بریتانیا، فرانسه با بریتانیا. این دوره مرکانتیلیسم. حالا اینجا همونطوری گفتم یکی فیزیوکراسی که در ایده اقتصادی بود که در فرانسه شکل گرفت و همچنین اقتصاد، علم اقتصاد به عنوان در بریتانیا، این ایده رو عقب روندن و جواب دادن به این سوال چی بود. باید یه چیزی که تا اینجا روشنه، در داخل یک کشور کار و سرمایه آزادی تحرک داره. ایده مرکانتیلیسم همین بود دیگه. در داخل یک کشور هیچ گونه محدودیتی وجود نداشت، اما بیرون از این مرزها انواع محدودیت ها وجود داشت. جوابی که لیبرالیسم در واقع اقتصاد کلاسیک میخواد بده به این مسئله اینه، حالا اگر این مرزها برداشته بشه، تجارت آزاد برقرار بشه، چی میشه؟ چه پیامدهایی داره؟ که من این چند خط رو اگه براتون بخونم مشخص شه. مرکانتیلیست ها جواب میگه در نظریه ریکاردو، ریکاردو از اقتصاددانان کلاسیک، در نظریه ریکاردو پاسخ به این پرسش داده شده. پاسخ به کدوم پرسش؟ به این پرسش که حالا اگر تجارت آزاد برقرار شه چی میشه؟ یعنی همه کشورهای ثروتمند ثروتمندتر میشن، کشورهای فقیر فقیرتر میشن. جواب اینه، شاخه های تولید به گونه میانه هر یک از کشورها تقسیم می شود که هر کشوری به تولیداتی روی می آورد که در آنها بیشترین برتری ممکن را بر دیگر کشورها دارد. مرکانتیلیستا بیم داشتن کشوری که شرایط تولید مساعد ندارد بیشتر دست به واردات بزند تا صادرات، به نحوی که در نهایت با جیب خالی سر جاش بمونه و دیگر کشورها ثروتمند بشن. به همین دلیل آنها خواستاران بودند که با اعمال عوارض محافظت یا ممنوعیت واردات از بروز چنین وضعیت ناگواری جلوگیری کنند. دکترین کلاسیک، اقتصاد کلاسیک، نشان می‌دهد نگرانی های مرکانتیلیست‌ها بی دلیل بوده، زیرا کشوری که در نکته اینها، کشوری که در همه شاخه های تولید، کشوری که در همه شاخه ها شرایط تولید نامساعدتری در مقایسه با دیگر کشورها دارد، نیازی نیست ترس این را داشته باشد که وارداتش از صادراتش بیشتر شود. نظریه کلاسیک به نحوی درخشان، رد ناشدنی و تاکنون انکار ناشده اثبات کرده است کشورهایی با شرایط تولید بهتر نیز این را به صرفه می‌یابند که از کشورهایی با شرایط تولید نامساعدتر کالاهایی را وارد کنند که خود در تولیدشان برتری دارند، اما این برتری آنقدر نیست که در مورد کالاهای تخصصی دیگرشان وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی آقا اینطوری نیستش که الان اگر تجارت آزاد برقرار شه یک کشور بیاد همه چی رو تولید بکنه چون برتری داره. نه، حتی اونها هم به تولید چیزهایی روی میارن که اختلاف برتریشون به نسبت کشورهای دیگه خیلی بیشتره. به مثال میزنم، فرض بکنیم ما توی کشور آ چند تا کالا وجود داره که با 20 واحد اختلاف امتیاز نسبت به کشورهای دیگه ساخته میشه، اما یه سری کالاهایی وجود داره که با 10 امتیاز، با 5 امتیاز. ببین در فرایند تولید اون کشوری که این برتری رو داره ترجیح میده تمرکز بکنه روی اونی که 20% اختلاف داره و به جای اینکه بره روی همه چی دست بذاره و کار بکنه، سایر موارد رو از کشورهای دیگه وارد بکنه. پس این ترس، این بیم که وای الان مرزا رو ورداریم همش میشه واردات، هیچ چی دیگه نمیتونی، اصلا این یه عملیه که نشده. توضیحاتی که برای این میارن مبتنی بر طبیعت اقتصادی، میگه آقا اقتصاد به طور طبیعی خودش تولید، توزیع و مصرف رو تنظیم میکنه. این ترسی که وجود داره از این بابت که با
تن دادن به تجارت آزاد یک کشور به وارد کننده محض تبدیل میشه، یک ترس واقعی نیست، به جهت اینکه همچنان با اینکه یک کشور تولید کننده نیست، یا با اینکه در رقابت با کشورهای تولید کننده توانی نداره، میتونه راههایی پیدا بکنه که یا در تولید اونها مشارکت کنه. مثلا صنعت مونتاژ همینه. صنعت مونتاژ اینقدر تحقیرش میکنن، در واقع شرکت کردن در سود کشور تولید کننده است که تو میتونی رو توسعه بدی. یعنی صنعت مونتاژ در اون موقعی که وجود اومد مرحله گذاره، صنعت مونتاژ مرحله گذاره از اینکه یک کشوری از تولید، از مصرف کننده صرف در اون کالا، در اون صنعت به تولید کننده تبدیل بشه. و فراموش نشه اینطور نیست که با برداشته شدن مرزها همه کالاها، همه چی، همه امور، همه خدمات، همه چی در خارج ارزون تر تموم بشه و در نتیجه تولید کننده داخل نابود بشه. یک مرحله گذار داره. مرحله گذارش طبعا دشواره، اما پس از اینکه گذار صورت میگیره این خودش تنظیم میکنه. خب فایدهش چیه؟ فایدهش ثروته. ببینید من این رو همیشه تاکید میکنم به عنوان نظر من و به عنوان نظری که من یاد گرفتم و ازش دفاع میکنم و اون همینه. ببینید هدف اقتصاد در وهله اول تولید نیست، بلکه ثروت سازیه. یعنی اون چیزی که باعث بهروزی یک ملت میشه تولید نیست، بلکه تولید ثروته. ما اینجا دوچار اصلا نه از الان ها، از اون موقعی که ایرانی ها به این فکر افتادن که اگه افتادگی جهانشون رو جبران کنن، دائم تمرکزشون به جای ثروت روی تولیده و فراموش کردند و کردیم که تولید اصلا فضیلت داره به خاطر اینکه ثروت ایجاد میکنه. تولید خودش فی نفسه به عنوان یه امر نه مقدسه نه الزامیه. تولید برای این خوبه که ثروت ایجاد میکنه، اما هر تولیدی ثروت ایجاد نمیکنه. برخی تولیدها ثروت سوزه. تأکید بر هر تولیدی تحت هر شرایطی، مقدس کردن تولید، اینها نقض غرضه. ما تولید میکنیم که ثروتمندتر بشیم، تولید نمی کنیم که ثروتمون رو از دست بدیم. یه شهروند ایرانی 1 میلیارد تومان در جیبش پول داره، با این 1 میلیارد تومان میخواد خودرو بگیره، 1 میلیارد تومان بودجه داره. از این 1 میلیارد تومان میتونه کل 1 میلیارد بده یه خودروی مثلا با کیفیت، یه خودروی مثلا داخلی بگیره الان در شرط الان، ولی میتونه 500 اگر این عوارض سنگین حول صنعت خودرو نپیچیده بود، میتونست 500 میلیون نصف این پولو بده یه خودروی بگیره که از جهت کیفیت به مراتب بالاتر از کیفیت خودروی 1 میلیاردیه. 500 میلیون در جیب این میمون که اون میتونه برای مصارف یا برای تولید دیگه یا برای کار دیگه استفاده بشه. دادن 1 میلیارد بابت خودرو سوزاندن ثروته، ثروت سازی نیست. اگر هم ثروت سازی بشه، ثروت سازی در واقع اعطای رانت به یه تولید کننده است، اعطای رانت به او. نتیجهش این میشه که پول از جیب بخش از مردم میره در جیب یه تولید کننده. اما اون چیزی که اصل اساس ثروت سازیه، تولید خوبه، تولید عالیه، تولید حرف نداره، تولید مهمه، همه اینا، اما به شرط این که فرایند ثروت سازی ما رو مختل نکنه، به ثروت سازی ما آسیب نزنه. ما تو بهتره که خیلی چیزها رو به جای اینکه تولید بکنیم وارد بکنیم و اون ثروتی که داریم و اون سرمایه‌ای که داریم ببریم تمرکز کنیم روی تولیداتی که اون تولیدات برای ما ارزان‌تر تمام میشه و در نتیجه میتونیم در عرصه جهانی رقابت بکنیم. به جای اینکه همه چی رو تولید بکنیم، میتونیم چیزهای تولید بکنیم یا در تولیداتمون تلفیقی کار بکنیم، یه بخش خودمون تولید بکنیم، یه بخش رو وارد بکنیم و این چیزی که در دنیا وجود داره.
و البته این تحت اون عناوین و برچسب مثل نئولیبرالیسم اینا خیلی مضمون پنداشته میشه، اما اصل اساسی لیبرالیسم کلاسیک همینه. نظریه تجارت آزاد اینطور توضیح میده: برخی کشورها شرایط تولید طبیعی مساعدتر و برخی دیگر شرایط تولید نامساعدتری دارند. تقسیم کار بین المللی بدون مداخلات دولت ها نیز خود به خود با آنجا می انجامد که هر کشوری فارغ از اینکه شرایط تولیدش مساعد یا نامساعد باشد، جایگاه خود را در اجتماع کار بین المللی بیابد. پس این تجارت آزاد باعث از بین رفتن تولید نمیشه، بلکه باعث میشه که هر کشور جایگاه خودش رو پیدا بکنه. حالا من اینجا یه مسئله ای رو توضیح بدم، مثل یه نکته کنکوریه. من اینو بهتون میگم، شما تا تهش رو میخونید. ببینید این نکته که میگم با این نکته ته حرف لیبرالیسم رو در زمینه تجارت آزاد میتونید درک کنید. ببینید لیبرالیسم با ایده تجارت آزاد میخواد چی کار کنه؟ میخواد همون شرایطی رو که داخل مرزهای یک کشور وجود داره در سرتاسر جهان پدید بیاره. بس. حالا بیایم بررسی بکنیم ببینیم که چقدر این ایده قابل دفاع. بیاید یک کشور رو در نظر بگیریم. تجارت آزاد میگه که آزادی حرکت سرمایه و کار در جای جای دنیا، سرمایه آزاد باشه هر جایی که خواست بره، سرمایه تو کالا تولید میکنه یا کالاش آزاد باشه هر جا خواست بره، نیروی کار هر جا خواست بره. دقیقاً این وضعیتی که درون یک کشور وجود داره، درون یک کشور، درون مرزهای کشور آزادی کامل وجود داره. بیاید ایران خودمون در نظر بگیریم. ما در داخل ایران، در داخل هر کشوری ما آزادی سرمایه گذاری داریم. شما اگر پول داشته باشی، اهل رشد باشی، میتونی بری کیش سرمایه گذاری بکنی. توی کیش کسی نمیگه شما اینجا چیکار میکنی. بابت این که اومدی اینجا، اولا هر آجوری که داری روی زمین میذاری پول دو تا آجور رو باید به ما بدی. یا یه نفر میتونه از اهر بره چابهار سهم گذاری بکنه، بره اونجا کارگاه بزنه، بره اونجا کشتی سازی بزنه، هر کار خواست. کما اینکه یه اهوازی میتونه بره مشهد هتل بزنه. فامیلا شد، دو برادرها شد، همه کسی کارش هم وعده رو ببره اونجا. ببین چرا این کارو میکنه؟ حساب و کتاب کرده، میگه من کار هتلداری بلدم. و علاوه بر کار هتلداری بلدم، مثلا تجربهش هم دارم، نیروی کارش هم دارم. 10 تا برادریم. خب ما میتونیم مراحل سخت ابتدای کار رو با هم کنار بیان. میریم اونجا، میریم مشهد، یه هتل میزنیم. کسی توی مشهد قاعدتا نمیگه شما که اهوازی هستی کی بهت اجازه داده بیاد اینجا؟ بابت ورود به مشهد اولا شما باید پاسپورت بگیری. و بابت ورود منشه، البته بعید می که در آینده نزدیک مشهد پاسپورتی بشه، حالا مثلا شما بابت ورود منشه باید مثلا عوارض بدی، بابت این که مثلا ملکی که داری اینجا میگیری باید گرونتر بگیری، یا چیزهای از این داری نداره، هیچ محدودیتی نداره. نتیجهش اینه که میره اونجا یک کسی و کاری را میدازه آفیده کسی پید. یعنی هیچ، یعنی این یه امر خیلی روشنیه. همونطوری که اگر یه مشهدی بخواد یه کالای خود، ببین اون اهوازیه میگه من هتل دارم، هتل رو بعد جایی زد که مسافر گردش کرد، زائر زیاده. کسی نمیاد اهواز 12 ماه سال زیارت، اما 12 ماه سال میرن مشهد زیارت. پس من بهتره پولم و سرمایه‌مو برم مشهد. من که هتل دارم، من که تخصصم هتلداری، بهتره پول و سرمایه‌مو بردارم برم مشهد هتلداری کنم. از اون طرف اون کسی که میخواد یه سری تولیدات خاصی انجام بده که اونجا امکانش نیست، مثلا فرض بکنیم میخواد باغ رطب داشته باشه مشهدیه، خب تو مشهد که نمیتونی داشته باشی، میره کرمان، میره بوشهر، میره خوزستان، میری یه جایی که این کارو بکنه. یا تولید هر چیزی که احساس میکنه اونجا باش گرون تمام میشه. ببین داخل مرزهای کشور اون چیزی که تحت عنوان تجارت آزاد بین کشورها
لیبرالیسم ازش دفاع میکنه داخل مرزهای کشور وجود داره و هیچ کس هم پیدا نمیشه بگه وای این ضرر داره، این باعث میشه یه گروهی ثروتمند و ثروتمندتر و یه گروهی فقیر و فقیرتر بشن، این باعث میشه همه پول از مشهد مثلا بره به خوزستان، از خوزستان بره به فلان، از تهران همه پول بره به چابهار، از چابهار همه پول. نه، هر جایی کیفیت خوش داره. اون چیزی که اون کاری که تو چابهار میشه انجام داد نمیشه تو تهران انجام داد. خیلی شما تو چابهار میتونید توی توزیع مثلا سید ماهی شیلات اینها کار بکنید، تو تهران میتونید توی حوزه کار بکنید، همونطور که تو تهران میتونید یه کار دیگه بکنید که اونجا نمیتونید بکنید. یعنی این باعث نمیشه که ثروت از یه جایی کامل کمپلت هورت بره یه جای دیگه، این باعث نمیشه که تولید یه سری جاهای دیگه از بین بره و اصلا هم ما کسی رو سراغ نداریم که در این مورد مشکل داشته باشه. کجا مشکل داریم؟ اونجایی که اتفاقا مداخله دولتی وجود داره، یعنی اونجایی که دولت مداخله میکنه به زور، میاد یه سری صنایع رو توی یه استان با زور سیاسی خودش پیاده میکنه، اینجاست اتفاقا به مشکل برمیخوره. و یعنی در حالت طبیعی سرمایه میگرده جایی رو پیدا میکنه که بتونه با هزینه پایین تر، با نیروی انسانی بهتر، با منابع اولیه، با مواد اولیه ارزون تر، با امکانات مبادلاتی بهتر کالا خوش رو تولید بکنه. اصلا دلیل این که مراکز استان ها، مراکز پایتخت، همچنین مرکز استان ها همیشه بزرگتر میشه به خاطری که داخل مرزهای کشور تجارت آزاد وجود داره و همین خاطر آدم ها جمع میشن جاهایی که امکانات تولید و توزیع و امکانات سرمایه دارانه بهتری داخل کشور وجود داره. هم هیچ کس، من بعید میدونم کسی هست که بیاد بگه نه این به ضرر ماست، این خطاست، بهتره که استان رو ورداریم، محدودیت های تجاری بذاریم، محدودیت های بازرگانی بذاریم، بگیم مثلا این سرمایه از این استان نمیتونه بره به اون استان، از اون استان نمیتونه بره این استان، در حالی که خیلی روشنه من میخوام زنبورداری کنم، من میخوام تجارت زنبورداری کنم، برای اینکه زنبورداری بکنم میرم طبرس، خب نه دیگه، میرم آذربایجان شرقی، میرم آذربایجان غربی، میرم سمت کردستان، میرم اونجا زنبورداری میکنم، میرم یه جایی که بتونم زنبورداری بکنم. خیلی روشنه. آیا این باعث این میشه که زنبورداران مثلا یه قسمتی نابود شن؟ نه، من میرم از شرایط اونجا استفاده میکنم. ممکنه یه روزی بشه من برم اونجا انقدر زنبوردار توی اون محدود زیاد شده باشه که دیگه نیارزه. وقتی که نیارزی نمی، آقا سرمایه منطق خودشو داره، از منطق خودش هم پیروی میکنه. همینطور که اگر مثلا من میخوام توی کار معدن یا توی این حوزه یا چیز شبیه این کار بکنم، اگه میخوام مثلا میگم چه میتونم توی که حوزه های معدن کار بکنم یا توی هم انرژی خورشیدی کار بکنم و یه چیزی، میرم سمت قسمت بیابانی ایران، یا اگر بخوام توی صنایع دیگه کار بکنم که مثلا به آب بیشتر نیاز داشته باشه، میرم سمت شمال ایران. هیچ کس اینجا نیست که بگه نه این به ضرر ایرانه، این به ضرر ایرانیانه، من میخوام دامکار دامداری بکنم، بهتره برم جایی که امکانات این کار بهتر داشته باشه. همین شرایطی که در داخل یک کشور وجود داره لیبرالیسم میخواد در ابعاد جهان ایجاد بکنه و بعد میاد اثبات میکنه. ما الان قرار نیست تو این نشسته بشین بحث اقتصادی پیچیده بکنیم، منم سوادشو ندارم که همه اینا رو جواب بدیم، منم اندازه خودم میفهمم، قرار نیست همه اینا رو جواب بدیم این توی این نشستی که ما داریم و سر این مسائل بعد در این دقیق بحث کرد عمیق اقتصادی کرد، که البته اصلا اونجا بحث از این جنبه نیمه عمومی ما هم خارج میشه، به حال این بحث عمومی که نیست، کسایی هستن که کلیاتی رو از مباحث نظری درک میکنن میشن و اگه بخواد خیلی تخصصی بشه میگه آکادمیک و دست ما خارج میشه، میشه بحث علما. اون بحث علما صورت گرفته، نتیجه شده این، خب پشت این اون مباحث، ما نمیخوام بریم توی اون مباحث، بلکه میخوام بگیم اونا در نهایت به مباحثشون به چی رسیدن. چیزی که اونها میگن اینه که
چیزی که اونها میگن در نهایت اینه که تجارت آزاد میخواد همون شکل اقتصادی که داخل مرزهای کشور وجود داره در بین همه در کل جهان اعمال بکنه. نتیجهش این میشه که ثروت سازی به شکل بهتری محقق میشه، کالا برای هر فرد ارزانتر تموم میشه. الان شما فرض بکنید که ما یه مرزی بکشیم از زیر البرز، از زیر رشته کوه البرز یه مرزی بکشیم بیاد دور بزنه بره تا مثلا زاگرس، یعنی قسمت خشک‌تر ایران، داخل فلات ایران، اصفهان، شیراز، کرمان، بوشهر، سیستان اینا، و بگیم که بین این و بخش مثلا کوهستانی و زاگرس و البرز، این البرز اینجا مرز، اینجا چیزه، مرز گمرکیه، و در نتیجه مثلا ما اگه بخوایم نمیتونیم عسل اون طرف رو بخریم، باید همینجا عسل تولید بکنیم. فرض بکنیم که من به جای اینکه برم تو رشته کوه های مثلا زاگرس عسل تولید بکنم، نه، باید تو شرایط سخت مثلا چه میدونم خشک اصفهان عسل تولید بکنم. حالا البته من متخصص عسل نیستم، امیدوارم اشتباه نگم، دارم مثال میزنم. نتیجه میشه اینکه عسل نامرغوبی تولید میکنم با قیمت خیلی زیاد. خب همین آقا دیوونه بازی چرا در میاری؟ خب برو اونجا تولید کن. حالا فرض رو خب دقیقا اقتصاد تجارت آزاد همینو میگه، میگه آقا بذارید تولید در جایی که شرایط مساعدتری هست انجام بشه و با همون قیمتی هم که تموم شده به دست مصرف کننده در هر جای دنیا برسه. این سودش برای همه است، این سودش برای همه است. همه حرف تجارت آزاد همینه. اینطور نمیزی که شاید بدبخت بشه. وقتی کار سرمایه بتواند به خارج هم مهاجرت کند، این توجیه نیست که میان پیامدهای تجارت آزاد در داخل و خارج باید تمایز نهاد از اینا میرود. یعنی وقتی این مرزهای تجاری برداشته بشه، چطوریه که ساز و کار تجارت آزاد داخل کشور مفیده، در سراسر جهان هم مفید، همون فواید داره. در این صورت همان چیزی که درباره تجارت داخلی گفته می شود در مورد تجارت خارجی صدق می کند. تجارت آزاد منجر به این می شود که فقط از شرایط تولید مساعدتر بهره گرفته شود و شرایط تولید نامساعدتر بلا استفاده بماند. کار و سرمایه کشورهایی که شرایط تولید نامساعدتری دارند به کشورهای سرازیر می شود که شرایط تولید مساعدتری دارند. منتها این متفاوته. یه کشوری تو یه سری چیزا شرایط مساعدی داره، یه کشوری تو یه سری چیزای دیگه. بله، این عدم توازن همیشه میمونه. این طبعا همیشه کشورهایی هستند که سود بیشتری میکنن، استفاده بیشتری میکنن، اما اینطور نیست اون کشورهایی که سود کمتری میکنن از به هم زدن این شرایط منتفع بشن. ببین یه مسئله‌ای که وجود داره و این اصلا غلطه، اینی که تصور میشه آقا اگه شرایط تجارت آزاد برقرار باشه فقط به سود یک سری کشورهای تولیدکننده است، یعنی دیگران سود نمیکنن، دیگران استفاده نمی کنن، دیگران همه فقیر میشن، بدبخت میشن، زهر میکنن، فقط اونایی که یه گروهی تو استفاده. اصلا اینطوری نیست. اصلا وقتی که شرایط تجارت آزاد برقرار بشه اون کشورهایی که ثروت کمتری دارن تازه بیشتر منتفع میشن، چون امکان گزارشون از این شرایط فقر بیشتر میشه، چون امکان اینکه بتونن زودتر این مراحل رو پشت سر بذارن بیشتر میشه، چون میتونن با قیمت بسیار بسیار مناسبتری شرایط زندگی رو فراهم بکنن، چون میتونن سرمایه‌ای که دارن رو با سرمایه که اندکی که دارن کالاهای با کیفیت تری و ارزان تری رو که در جای جای دنیا تولید میشه به دست بیارن، و در این حال چون از امکان تجارت آزاد بهره مندن به صورت متقابل، از اون طرف هم میتونن چیزی که تولید میکنن به اون کشوره بدن که این چیزا رو این کالاهای مدر ازش وارد میکنن. اما الان شاید تصور این باشه نه ببندیم دور کشورها رو و نذاریم وارد بشه، نذاریم ثروت خارج بشه، این خود این کشور بیشتر متضرر میشه. این نگاه، ببینید این نگاهی که میگه اگر
ما مرز بکشیم دور خودمون، اجازه ندیم این اینجوری باعث ثروتمندتر ما میشه، این اثبات نشده است، این نادرسته، این درست نیست. در یه چیز خیلی ساده آقا، یه چیز خیلی ساده، شما یه مثال میزنم این بحث رد شد. یه بازاره که داخل این بازار دو تا عاجل فروشه، یه عاجل فروشه تاجر خیلی بزرگ، یه عاجل فروشه دو دهنه مغازه داره. اگر اینا با هم همکاری بکنن، تقریبا برای هیچ کس پوشیده نیست که اون تاجر کوچیکه افتاده توی ظرف روغن. یعنی وقتی که طرف تجاری، یک شریک تجاری فوق العاده ثروتمنده و یک شریک تجاری ضعیف داریم، از تجارت اینها احتمال این که اون کوچیک سود بکنه خیلی بیشتر از اینه که اون بزرگ سود بکنه. آخه اون بزرگ اقبل این کوچیک چی میخواد به دست بیاره؟ خیلی توهمات این که الان اگه ما تجارت آزاد داشته باشیم، وای اون آقا این کشور کوچیک کل تولید ناخالص ملیش مثلا یک پنجاهم کل تولید ناخالص میلیون کشور بزرگه است. آخه این چی داره؟ این چی داره برای اون؟ این چقدر میتونه؟ اون کسی که از این استفاده میکنه، از هر گونه گردش مالی با طرف بزرگ استفاده میکنه، این کوچیکه است. دست کم شما هرگز نمیتونید پیش بیاد بگید که اینه ضرر میکنه. این اون چیزی، این که اون کسی که میاد پیش میاد میگه آی تو با همکاری تجاری با شریک بزرگتر ضرر میکنی، این همون پوپولیسمه، یکی از مسئله پوپولیسم. اصلا باید اثبات بشه قبطر. اون چیزی که خیلی روشن منطقی اینه که اون اصلا تو ابعادت اونی نیستی که بتونی به اون سود عجیب و غریب برسونی. اصلا ابعاد تو انقدر نیست. و درستان تو کوچیکی، تو اندازه چرخش مالی، تولید ناخالص ملی، منابع تولید تو، همه چیت پایینه، تو از این فرایند سود میبری، تویی که این وسط در واقع سود بیشتر رو میبری. و البته اون هم چون سود میبره، اما احتمالا خیلی کمتر از تو، ولی چون سود میبره حاضر تن به این شرط تجاری بده. اما کاری که در این برابر این میکنن چیه؟ میان عوارض محافظتی وضع میکنن. نتیجه عوارض محافظتی چیه؟ همونه که دوباره تولید در شرایط نامساعدتر رخ میده. از رهگذر عوارض محافظتی تنها میتوان به یک چیز دست یافت. عوارض محافظتی همون یه عوارض گمرک. تولید نه در جایی که مساعدترین شرایط اجتماعی و طبیعی برام وجود دارد، بلکه در جای دیگر، یعنی در جایی که شرایط بدتر است انجام میگیرد. بنابراین نتیجه سیاست عوارض محافظتی همواره چیزی نیست مگر کاهش بازدهی کار انسانی. ببین این کلیت بحث تجارت آزاد همینه. بخش پایانی زمانم بزنم روی بحث آزادی. معلومه از اونوری معلومه آزادی جابجایی. آزادی جابجایی، ببین یکی از چیزایی که لیبرالیسم همیشه سعی کردهش دفاع بکنه بحث مهاجرته. ببین ما بحث تجارت آزاد، بحث جابجایی کار، سرمایه و تولید که چنانچه گفتم سودش نهایتاً به همه میرسه. و اما نکته ای که اینجا وجوده بحث کاره. کار یعنی نیروی کار. ببینید یه لحظه الان بیاییم با مثال پیش بریم. ایران پر از نیروی کار، اینها درآمد و حقوق الان با شرایطی که ما داریم درآمد خوبی نداریم. میدونیم که ما از جهت الان تو شرایط فعلی اگر به امر دلار در نظر بگیریم، ما کسی پایین ترین دست موزه ها رو داریم میگیریم. یه موقعی بود که میگفتن که بله ولی شما باید توان خرید رو در نظر بگیری. بعد میمونن روی نرخ توان خرید حساب میکردن اینها که
دیگه توان خریدم دیگه معنا نداره دیگه. مثلا توان خرید، مثلا میگم، میگفتیم که آقا الان یه ایرانی داره 2300 دلار حقوق میگیره، 2300 دلار در ماه، بعد میگفتن که بله داره 2300 دلار در ماه. شما باید در نظر بگیرید اون 2300 دلار چیکار میشه کرد. آره با 2300 دلار توی تهران میشه یه دونه لکسوس بخری، بعد چه میدونم چند تا سفر خارجی هم بری، تو اروپا با 200 دلار میشه 10 تا همبرگر بخری. آقا فرقی نمیکنه با 200 الان با 200 دلار تو تهران هم تو 10 تا همبرگر بخری، فرقی نمیکنه. توان الان دیگه عملا اون چیزی که ما میبینیم توان خرید دیگه، نمیتونیم با معیار توان خرید این واقعیت انکار بکنیم. اما ما میدونیم که مثلا درآمدها در کشورهای مجاور ما خیلی بهتره. اگر امکان جابجایی وجود داشت، اگر امکان مهاجرت وجود داشت، بخش عمده نیروی انسانی ما بیدرنگ مهاجرت می‌کرد. یعنی همونطوری که برادران و خواهران افغانستانی در ایران هستن و حالا به صورت قانونی یا غیر قانونی در اینجا کار میکنن، همینطوری اگر که چنین محدودیتی نداشت، من احتمالا میدم که چند میلیون ایرانی میرفت امارات، میرفت عربستان، میرفت عراق، میرفت ترکیه، تا حد میرفت اونجا کار میکنه اگر امکان اجازه کار کردن داشته. این میشه آزادی جابجایی. منتها امروزه در همه کشورهایی که ممکن است مقصد مهاجرتی اقبال کننده ای باشد، مثل همین عزت اطراف ما، کمتر یا بیشتر قوانین سختگیرانه ای وجود دارد که یا کاملا از مهاجرت به داخل جلوگیری میکند یا را به شدت محدود میکند. حالا میتوان از دو منظر به سیاست محدودسازی مهاجرت به داخل نگریست. نخست منظره سیاست اتحادی های کارگری و دیگر منظره سیاست محافظت ملی. ببینید طبیعیه که چنین آزادی جابجایی وجود نداره. ما الان نمیتونیم به هر جای دنیا که خواستیم بریم. اما نکته‌ای که وجود داره، اگر اجازه و امکان آزادی جابجایی وجود داشته باشه، اول کیا ضرر میکنن؟ کیا برد میکنن؟ فرض بکنیم اجازه جابجایی نیروی کار همین الان به کشور مثلا امارات وجود داشته باشه و ایرانی ها برن امارات، کی ضرر میکنن؟ کی میبره؟ خب کارگر ایرانی، کارمند ایرانی، نیرو متخصص، نیرو انسانی ایرانی که رفته امارات سود میکنه دیگه. از بیکاری در میاد، به جای 300-400 دلار در ماه مثلا 1000 دلار 2000 دلار درآمد داره، هزینه‌هاش هم بالاتر، اما به هر حال ما با تفاوتش میارزه براش، شرایط بهتری داره. نمیدونم در امارات الان حقوق چقدر، اما جایی که ضرر میکنه کی؟ نیروی کار اماراتی. اون جاری شدن نیروی کار خارجی به امارات اینطوری بیدر و پیکر باعث میشه که نیروی کار اونجا ارزون بشه. همونطوری که ورود کارگرهای نیروی کار از افغانستان به ایران باعث شده در برخی صنایع، در برخی شاخه های تولید قیمت نیروی کار به پای، این توی سالهای اخیر این اطراف تهران که شهرک‌های صنعتی هست، برید سراغ بگید، ببین بیشتر اینها الان به کمک نیروی کار افغانی سرپان. یعنی اصلا اونها دیگه نمیتونن نیروی کار ایرانی رو استخدام بکنن. حالا من به این کار ندارم که چه پر، ولی واقعیت اینه اگر اونها نیروی کار افغانی رو، افغانستانی رو نداشته باشن، باید تهدید کنن. مثلا چه میدونم دیگ میسازه، اجاق میسازه، یه چیز پیچ میسازه، هرچی، این نیروی کار نمیدونم، این نیروی کار رو اگر که بخواد با دستمزدهای نیروی کار همین ایران بده، با اینکه خیلی افتضاحه، نمیتونه، باید جمع بکنه، نمیتونه اونو کارگر بده و نتیجهش این میشه که با وجود اونها سرباز. حالا یه واقعیت وجود داره، وقتی که اجازه به هر حال نیروی کار قانونی یا غیر قانونی وارد میشه، اونی که متضرر میشه نیروی کاره، یعنی اون کارگر متضرر میشه بیش از همه، چون قیمتش میاد پایین. در نتیجه اتحادیه کارگری
همیشه کاری که میکردن اینه که یکی از مسائل مبارزاتیشون این بود که از ورود نیروی کار در کشورهایی که انسجام وجود داشت، اینها توان فشار سیاسی داشتن، توان اعتصاب و دست کشیدن از کار داشتن، برای اینکه دوچاره برای اینکه قیمتشون پایین نیاد، برای اینکه قیمت نیروی کار پایین نیاد، با مبارزات سیاسیشون، در مبارزاتشون ممنوعیت ورود کارگر خارجی رو اعمال میکردن. خب این نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که تولید در اون محدوده ها، در اون مناطق گرونتر میشه. گرونتر شدنش باعث میشه که خود اون کارگر هم به نفعت متضرر میشه، یعنی همه متضرر میشن. این هم یکی از اون مسئله. در واقع اتحادیه کارگری فعالیتی که میکنن در واقع به سود خودشونه، به سود خود لایه کارگره و حتی به ضرر بخش دیگری از کارگران هم هست. حالا اگر این ممنوعیت بین‌صنعتی باشه، یعنی از این صنعت به اون صنعت نتونه بره، یک جور ممکن داخل مرزهای کشور هم اتحادیه کارگری بیان قیمت تولید رو ببرن بالا. چرا؟ چون قیمت نیروی انسانی رو دارن بالاتر از حد طبیعیش نگه میدارن و در نتیجه قیمت تولید همون جا بالاتر میره. و یه مسئله که دیگه که وجود داره اینه که اون کارگرایی که اجازه ورود به این بهشت کاری رو ندارن، یا باید بیکار میمونن یا در شرایطی کار میکنن که تولید شرایط مساعدی نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه همون اثری که عوارض محافظتی داره. در جایی که شرایط برای تولید مساعد نیست، تولید صورت میگیره، نیروی کار اونجا خرج میشه، هزینه میشه. و در جایی که شرایط کاری بهتره، با ممنوعیت ورود کارگر، در جایی که شرایط تولید مساعدتره به جهت اینکه ممنوعیت وجود داره و به جهت اینکه به دلیل ممنوعیت هزینه تولید بالا میره، تولید در اینجا افت میکنه. لیبرالیسم به جهت اینکه مدافع تقسیم کار بین المللیه و تولید ارزان رو نتیجه تقسیم کار بین المللی میدونه، در نتیجه اینه که از ایده مهاجرت حمایت میکنه، میگه باید مهاجرت جابجایی آزاد بشه. این چند خط رو برای مثال بخونم. میگوید که در این باره جای هیچ تردیدی نیست که اعمال محدودیت بر مهاجرت بازدهی کار را کاهش می‌دهد. وقتی اتحادیه‌های کارگری ایالات متحده آمریکا یا استرالیا جلوی مهاجرت کارگران به این کشورها را می‌گیرند، هم به منافع کارگران دیگر کشورهای جهان و هم به منافع همه انسان‌های دیگر آسیب می‌زنند. تا از این رهگذر امتیاز ویژه‌ای برای خود بیاندازند. این در حالی است که افزایش در بازدهی، در بازدهی عمومی کار انسانی که از طریق برقراری آزادی کامل جابجایی میتواند محقق شود، ممکن است به حدی باشد که ضررهای اعضای اتحادیه‌های کارگری آمریکا، استرالیا را نیز جبران کند. تا شد چی میگه؟ میگه آقا در حالی که اگر این اتفاق نمی افتاد، اگر که اینجوری نمی شو، یعنی اگر که اجازه میدادن که کارگر بیشتر وارد بشه و قیمت تولید پایین تر تمام بشه، از منفعتی که حاصل می شود خود این کارگران هم میتونستن ممکنه بتونن اون رو هم جبران بکنن. ضررهایی که در پی مهاجرت اوکی، اما یه مسئله، فقط مسئله بحث کارگری نیست. اون چیزی که باعث میشه جلویه، یعنی تا الان همیشه باعث شده جلوی مهاجرت گرفته بشه، جلوی مهاجرت نیروی انسانی گرفته بشه، معمولا یه سری عوامل دیگه وجود داره و اون هم مباحث ملیه. معمولا تحت عنوان مباحث ملی که چون میدونم ورود
کارگر خارجی ممنوع، نمیدونم اگه قرار باشه مرزها رو برداریم هر کسی پاشه بیاد اینجا، ترکیب جمعیتی اینجا به هم میریزه، اینجا ما همه به این زبون صحبت میکنیم، نمیشه که برداریم یه کاری بکنیم کلی آدمی که به زبون بیگانه حرف میزنه بیاد اینجا، ما اینجا این محل این کشوریم، اونا که مثل ما نیستن، اونا که دین ما رو ندارن، اونا که فرهنگ ما رو ندارن. و معمولا اون چیزی که ساپورت میکنه این ایده ممنوعیت و محدودیت و مهاجرت رو معمولا مسائل دیگه است، که معمولا اون مسائله که کمک میکنه تا بشه این سیاست رو، این سیاست ممنوعیت مهاجرت رو پیاده کرد. و اگر هم دقت بکنید ایده های و جریان های ضد مهاجرت در اروپا روی هر دوتا مسئله مانو میدن، یکی اینکه میگن با ورود مهاجران قیمت کارگر، قیمت نیروی انسانی در اینجا پای میاد، یکیشون یه بخش دیگهشون میگن که ورود مهاجران باعث التقاط های فرهنگی میشه، یک دست بودن فرهنگی ما رو هم میزن. چپا میان از اون ایده اول استفاده میکنن، میگن آی کارگر اینجا ارزون شد چه و چه شد. راستا میان از اون بحث مباحث فرهنگی و که اینا که دین ما رو ندارن، اینا که زبون ما رو نمیفهمن، این چیزا. حالا جوابی که فرم میزست میگیم این که اگر حکمرانی لیبرال وجود داشته باشه برای تمام میگه اگه ایده حکمرانی لیبرال وجود داشته باشه هیچ مشکلی نیست. میگه استرالیایی ها برداشتن کل استرالیا رو که یه قاره خالیه بر خودشون برداشتن و میگن کلش واس ماست، هیچ کس هم راه نمیدن. میگن مثلا راه بدیم چینی ها میریزن اینجا، ترکیب جمعیتی به هم میریزن، ژاپنی ها اینجا هم میریزن. یا آقا چه اشکالی داره که در استرالیا یه اقلیتی باشه، در یک منطقه آلمانیا بیشتر باشن، در یک منطقه استرالیا بیشتر باشن و همه نه یک ملت بسازن طبق ایده های لیبرال هم میسره. حالا اینکه فرهنگ لیبرال اونجا وجود داره یا نداره بحث دیگه است.